یاد نوید افکاری روز 22 شهریور 99 اعدام شد. اعدام قهرمان قیام نوید افکاری و کنش های در داخل و خارج ایران در پی داشت. اکنون که به سالگرد این اعدام جنایتکارانه نزدیک میشویم، دستگاه قضایی و زندان که بازوهای سرکوب درون زندان هستند، با یک جفسازی هیستریک و پخش اعترافات اجباری و زیر شکنجه نوید افکاری تلاش دارند جنایت خود را مشروع جلوه دهند در همین رابطه فشار را بر خانواده نوید افکاری افزایش دادند در حالی که وحید و حبیب افکاری برادران نوید افکاری با گذشت بیش از یک سال هنوز در زندان انفرادی به سر میبرند سعید افکاری برادر دیگر نوید در سوئیت اعلام کرد در حالی که به سالگرد کشته شدن برادرم نوید نزدیک میشویم نهادهای امنیتی با تهدید و فشار در میان فامیل و آشنایان میخواهند مانع ما شوند که مراسم برگزار کنیم ما سه سال است زیر وحشیانه ترین سرکوب های شما ایستاده ایم هرچند داغدار اما باز هم می استیم. در همین حال خبر میرسد که نیروهای امنیتی گوشی خواهر نوید افکاری را نیز ضبط کردند برای فهم آنچه که بر نوید افکاری در زندان گذشت که منجر به اعتراف اجباری او شد بخشهایی از پاسخ خود نوید افکاری نسبت به جفسازی قبل از اعدامش را در اینجا میآوریم نوید افغانی در رابطه با شکنجه های منجر به اعترافات اجباری گفته بود قوه قضاییه و صدا و سیما اعتراف من را به شکل تکه تکه و سانسور شده که روال کارشان هست پخش کردند چون من بیگناهم هم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود ندارد تنها ابزارشان برای سوء استفاده همین است اقرار زیر شکنجه پس لازم میدانم به کمک تجربه که در این دو سال به دست آوردم هوشیارتان کنم تا اسیر سیاه نمائی و مغلطهشان نشوید. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیم را فردیاد زدم چه در آگاهی و اطلاعات چه در دادسرا و دادگاه اما بعد از هفته ها توی زیرزمین و انفرادی بودن بعد از ساعت ها ویزان بودن به سقف اتاق شکنجه و شکستن کتفم بعد از اینکه ساعتها پلاستیک کشیدن سرم و مرگ رو به چشم خودم دیدم بعد از اینکه سطفان عباسی و زار مویدی مثل نقل و نباد فوش ناموس به هم میدادن و با لوله آهنی و باتوم ساعتها شکنجم دادن و دستم و شکوندن بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پروندهسازی برای اونها بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رگ گردنش زده و به کما رفت و البته با معجزه زنده موند بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرد و این بار سه تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونها بعد از شکنجه هایی که از بیانشون شرم دارم و البته هر شخصی که تجربه حضور تو بازداشتگاه وزارت اطلاعات رو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم آیا راهی جز تن دادن به اعترافات تحمید شده داشتم؟ کی میتونه ادعا کنه که اگه جای من بود راضی به ادامه داشتن این شرایط میشد؟ صدا ما هم یک هفته مانده به اعدام نوید افکاری فیلمی را از اعترافات اجباری زندانی نشان داد که نوید در آن میگفت با انگیزه تصویه حساب شخصی اقدام به قتل حسن ترکمان کرده هرچند توضیح دیگری داده نمیشد که موضوع این تصویه حساب چه بوده گذشت یک سال از اعدام دیشب صدا و سما برای توجیه کشتن نوید افکاری فیلم جدیدی را از اعترافات اجباری اون قبل از اعدام نشون داد که نوید در اون میگفت مقتول اصلا نمیشناخته و یا حتی اسمش هم نمیدونسته طبیعتا برای قاضی صادر کننده حکم اعدام اهمیتی نداشته که چرا بازجوها دو نوع اعتراف مختلف از زندانی گرفتند یا چطور ممکنه که زندانی یه بار اعتراف کنه که مقتول رو میشناخته و با, با اون خورده حساب شخصی داشته و بار دیگه اعتراف کنه اون از اساس نمیشناخته اون هم زندانی که تا لحظه مرگ فریاد میزد که کل اعترافاتش زیر شکنجه بوده که بازجویان زیر شکنجه هایی که تا از بیانشون شرم داره هر اعترافی که خواستن رو از اون گرفتن علی متحری در واکنش به پیشنهاد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه روسیه مبنی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفته است که این از تنزهای روزگار است. روز شنبه 20 شهریور 1400 نیب رئیس مجلس پیشین در حساب توییتر خود نوشته است داستان توسعه مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از تنزهای روزگار است. طالبان میگویند ما انتخابات آزاد و دولت فراگیر شما را دیدیم. در واقع راه خودتان را می رویم. ما با صداقت و شما با ظاهرسازی رتب خورده منع رتب کی کند. این نماینده پیشین مجدز پیش از این در واکنش به برخی مواضع طالبان در افغانستان از جمله اعلام پایبندی طالبان به پیمانهای منطقه‌ای گفته بود که عقلشان از ما بیشتر است. علی متحری، فعال سیاسی اصلاح طلب و فرزند مرتزا متحری از روحانیان نزدیک به روح الله خمینی است. او پیش از این در بهمن ماه 98 و در پی رد صلاحیت شدن در انتخابات مجلس 11 شورای اسلامی گفته بود که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت او را نظارت و اظهاراتش درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز و یوم الله ندانستن نهم دی اعلام کرده بود شنیده های انصاف نیوز حاکی از آن است که روز پنجشنبه 18 شهریور ماه مشتبه احمدی مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی همراه با پنج نفر از همکارانش در حین واکسیناسیون دستگیر شدند بنابر این گزارش دلیل این بازداشت خودداری از ارائه واکسن به برخی نهادها بوده است حسیان دبیر کل جمعیت هلال احمر پس از دو روز امروز برای حل این مشکل به خراسان رضوی سفر کرده است بله عطا مهاجرانی هم گفته که باید با طالبان مذاکره کرد عطا مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات میگه نه تنها میبایست با طالبان گفتگو کرد بلکه به مسلحته که نماینده دولت تو مراسم معرفی دولت افغانستان شرکت کنه از طریق گفتگو و مصالحه راهی برای بحران پنشیر پیدا کنند. سیاست تعامل با امر واقع است و نه نمایش آرزوها و بروز عواطف به تعبیر امانوئل تود نیازمند نگاه سرد است اظهار نظرهای اصلاح طلبان و تیتر روزنامه های اصلاح طلب درباره افغانستان و طالبان و پنجشیر بیشتر روایت احساسات گرم و حیجانهای عاطفی است بدون نگاه دقیق به مقوله امنیت ملی و بدون توجه به افق دوردست دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار